آدم های سمی. فصل سوم. رادیو کیان مهر با مهر فراوان تقدیم می کند. چرا آنها فقط زمانی شما را دوست دارند که موفق هستید یا زیبا به نظر می رسید؟ تارا بعد از 8 سال زندگی مشترک از همسرش زین که وزنش 300 کیلو بود متنفر شده بود. وزن زیاد، تعرق و ظاهر ناخوشایند او باعث شده بود که تارا نسبت به او سرد و بی تفاوت شود. تارا به محض پیدا کردن کوچکترین فرصتی به او نق زده و می گفت که وزنش را کم کند. او از تمام روش‌های ممکن از متقاعد کردن تا تهدید او برای رسیدن به این هدف تلاش کرد، اما تمام تلاش‌های او بی نتیجه ماند و شکست خوردند. یک روز زین نتوانست سوار ماشینش شود، بنابراین در یک برنامه کاهش وزن محلی ثبت نام کرد و موفق شد 150 کیلوگرم وزن کم کند. هنگامی که زین وزنش را کاهش داد، حتی خوش‌تیپ‌تر از زمانی شده بود که با تارا ازدواج کرده بود. او دارای ویژگی‌های مردانه‌تر و زیباتری شده بود و موهای جوگندمی متمایزی داشت. او به سختی تلاش کرده بود و توانسته بود به یک مرد خوش‌هیکل و جذاب تبدیل شود. دوستان بیشتری او را بیرون دعوت می‌کردند و تجارت او بهبود و رونق خوبی پیدا کرده بود. زین سرشار از اعتماد به نفس شده بود و شروع به مغرور شدن کرده بود. تارا از این موضوع ترسیده بود و با خودش فکر کرد بی نظر کاری اشتباهی انجام داده و از او یک هیولا ساختم. اون نمی‌دانست که چگونه با زین جدید و تحول یافته کنار بیاید. در ابتدا زین برای او بسیار جذاب بود و تارا برای نزدیک شدن به او مدام مورد سرزنش قرار می‌گرفت و زین به او بی‌توجهی کرده و از او دوری می‌کرد. بنابراین تارا بسیار خشمگین و عصبانی شد و مجبور شد که از همان روش‌های پیشین نق زدن خود استفاده کند. فقط این بار از نحوه لباس پوشیدن، پول خرج کردن و چیزهای دیگر گله و شکایت می‌کرد. زین یادش آمد زمانی که او چاق بوده است، تارا چه رفتار وحشتناکی با او داشته است. اما این بار دیگر نمی‌توانست این شرایط را تحمل کند. او از این واقعیت که همسرش بعد از لاغر شدنش سعی می کرد با او ارتباط برقرار کند ناراحت و آزرده می شد. بنابراین هنگامی که آنها تصمیم گرفتند طلاق بگیرند، زین هیچ شک و تردیدی در انجام این امر نداشت. همه ما به راحتی می توانیم با زین ارتباط برقرار کرده و او را درک کنیم. مردم دوست ندارند دیگران فقط به خاطر زیباییشان آنها را دوست داشته باشند. اگر آنها چنین حسی داشته باشند که دیگران فقط برای یک تغییر فیزیکی خوبی که در آنها ایجاد شده است آنها را دوست دارند، خشمگین و عصبانی می شوند. خشم و عصبانیت در این شرایط کاملا طبیعی است. هیچ کس دلش نمی خواهد دیگران به خاطر زیباییش او را دوست داشته باشند. اما متاسفانه این موضوع در جامعه ما بیش از حد رواج و گسترش دارد.